سلام بچه ها، مهرانم از چنل یوتیوب سیلیسیون. بریم که سری آموزشی مونگودیبی رو ادامه بدیم. فقط قبلش اگر ویدیو رو تا اینجا لایک نکردید حتما لایکش بکنید. خب برم یک ترمینال باز کنم، بعد با دستور مونگودیبی رو آغاز کنیم. بعد می‌نویسم چی؟ مونگو دیتابیسی که داشتم فکر کنم اسمش شاپ بود. خب بعد میگم دیبی دات بخش یوزر ها رو داشتم، بعد میگم برام فایند کن همه رو و یه دونم پرتیش کن. خب تا اینجا اومدیم جلو. حالا میخوام این اطلاعات رو بتونم آپدیت بکنم. یعنی اینجا مثلا نوشتم مجید با ام کوچیکه، میخوام این ام باشه ام بزرگ، یا اینجا که علی نوشتم این علی باشه با ای بزرگ، مثل همین امیری که اینجا نوشتم. برای آپدیت کردن خب دو تا راهکار هست. یکی اینکه یه دونه رو بیایم آپدیت بکنیم، یا اینکه بیایم همه رو آپدیت بکنیم، مثل همون insert menu و insert one. برای این کار حالا من اینجا باز کنم، بذارم جاوا اسکریپت هم درسته. میگم چی؟ میگم db dot اون کالکشنی که داشتم users dot بیا چیکار کن، حالا اول آپدیت one رو بهتون بگیم، بیا یه دونه رو آپدیت کن. خب اول اینکه بیاد چی رو آپدیت کنه، بر حسب کدوم ویژگی آپدیت بکنه. اگر اینجا رو نگاه کنید، حالا چون آیدی یونیک هست، من آیدی رو از اینجا سلکت میکنم تا اینجا کپی میکنم، بعد میام میگم حالا توی این قسمت اونجایی که خب آیدیش بود با این مقدار بیاد چیکار کنه، اون عملیات آپدیت رو آغاز کنه. از یک دستور استفاده میکنم تحت عنوان set برای set کردن، و حالا اون فیلدم رو مینویسم. میگم فیلد first underline name برابر باشه با چی؟ با عبارت مجید با حالا ام بزرگ و همین صورت. اینو من یه بار کپی میکنم، بعد میام اینجا دستور رو اجرا میکنم، میگه که انجام شد. یه بار میگم بهم خروجی رو بده، میبینم که با موفقیت این فیلد آپدیت شد. حالا همین کاری که برای مجید کردیم رو یه بار برای علی هم تکرار کنیم. آیدیش رو من کپی کردم و میگم فرست نیمش باشه چی؟ علی با حروف بزرگ. حالا میتونیم به جای آیدی اصلا از همین فیلد استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی من بیام بگم که بیاد بگرده اونجایی که فرست نیمش برابر همین علی کوچیک هست. میبینید اینجا نوشته به جای آیدی میخوام ازش استفاده کنم، بیاد حالا اونجایی که فرست نیم این هست آپدیتش کنه. یه بار اینو من دوباره کپی و اجرا میکنم به این صورت و میبینم که علی هم آپدیت شد. پس ما تونستیم با آپدیت وان یک داکیومنت رو حالا فیلد هاشو آپدیت کنیم. میتونیم چند تا فیلد رو هم انتخاب کنیم. کار دیگه اینه که بیایم مجموعه ای از اطلاعات رو همزمان با هم آپدیت کنیم. مثلا این سه تا فیلدی که اینجا استاتوس ترو دارن، میگم بره اونایی که استاتوس هاشون ترو هستن یک کاری رو براشون حالا اضافه بکنه، مثلا یک فیلدی رو بهشون اضافه بکنه. یعنی چی؟ ببینید اینجا دقیقاً، خب میگم اونایی که استاتوسشون ترو هست بیاد چیکار کنه، مثلا یه دونه فیلد بسازه تحت عنوان دیت و از تابع دیت استفاده کنه و زمان حالا مثلا ایجاد شدن رو براشون قرار بده. به جای این دیت من میتونم چی بذارم؟ بذارم مثلا create at، بگه که مثلا کی این آبجکت ایجاد شده. یه همچین فیلد رو میخوام به اون داکیومنت هام اضافه بکنم. اینو من یه بار سلکت میکنم، بعد اینجا پیستش میکنم. عملیات با موفقیت انجام شد. فقط یه چیزی، من اومدم یه دونه رو آپدیت کردم. یعنی چی؟ ببینید اگر اینجا من نگاه کنم میبینم که اونی که اولی بود و حالا استاتوس ترو رو داشت فقط کرییت ات براش اضافه شده. حالا این بار میخوام از دستور آپدیت منی استفاده کنم تا بیاد همه اونایی که اون استاتوس ترو رو دارن آپدیت کنه. حالا میخواد یه دونه باشه، دو تا باشه، 5 تا باشه، 10 تا باشه، مهم نیست. من اینو دوباره کپی میکنم، اینجا یه بار اجراش میکنم، انتظار دارم که حالا این فیلد که استاتوسش ترو هست و اینجا هر دوتا بتونن اون فیلد جدیدی که تحت عنوان create at هست و اون زمان رو برامون ذخیره میکنه به این شکل برامون اضافه بکنه. میزنم میگه چی؟ میگه که
سه تا مچ داشتم، هر سه تا رو اومدم حالا این تغییر رو روش اعمال کردم. میبینید برای هر سه تا ساخته شد و حالا اون زمان اون لحظه ای که این کد اجرا شد رو براشون ذخیره کرد. امیدوارم که از این آموزش تا اینجا خوشتون اومده باشه، که اگر اینطوری بوده حتما ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید. اگر به این دست از محتوای آموزشی علاقه دارید حتما کانال یوتیوب هم رو سابسکرایب کنید. این آموزش به صورت رایگان در یوتیوب قرار گرفت و اگر میخواهید ادامه دار باشه از من حمایت کنید. میتونید مبلغ رو دونیت کنید که اطلاعات دونیت رو آخر ویدیو میذارم، یا اینکه آموزش رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا آموزش های بعد، فعلا.